سلام، امروز می‌خوایم درباره فیلم انولا هولمز، یکی از پربازدیدترین فیلم‌های سال 2020 صحبت کنیم. خیالتون راحت باشه که قرار نیست چیزی از داستان رو اسپویل کنیم. با فیلمبازان همراه باشید. اولین سوالی که احتمالاً تو ذهنتون هست اینه که چرا باید این فیلمو ببینیم؟ خب، بذارید من بهتون دلیل خودم رو بگم. من انولا هولمز رو دیدم چون حوصله‌ام سر رفته بود. به همین سادگی. دنبال یه فیلمی بودم که فقط سرگرمم کنه. فیلمی که خیلی عمیق نباشه که نیاز داشته باشم تا چند روز بعد بهش فکر کنم. تو این کرونا خودم هزار تا بدبختی دارم. البته یه چیز دیگر رو هم باید اعتراف کنم. من از طرفدارای میلی بابی براون هستم و به نظرم بازیگر خیلی خوبیه. نه، نگران نباشید. من یه پسر 17 ساله نیستم که عاشق میلی باشه. روش کراش هم ندارم. صرفاً به نظرم بازیگر خیلی خوبیه و بعد از دیدنش تو سریال استرنجر تینگز خیلی دوست داشتم بدونم که آیا میتونه به بازیگر خوبی تبدیل بشه یا نه. با توجه به اینکه خود میلی تهیه کننده این فیلم بود، احتمال میدادم که نقش انولا رو خیلی دوست داشته باشه. دلیل سوم هم میخواید؟ نه. اوکی، حالا که خیلی پافشاری میکنید میگم بهتون. من دیوونه ی داستانای معمایی مثل هرکول پوارو و شرلوک هولمزم. اصلا با این کتابا بزرگ شدم و یکی از آرزوهای بزرگ زندگیم این بود که کارآگاه بشم که نشدم. پس وقتی شنیدم که دارن یه فیلم تو سبک شرلوک هولمز میسازن که میلی بابی براون نقش اصلیشو بازی میکنه، با خودم گفتم حتما این فیلمو میبینم و همین کارو هم کردم و اتفاقا خیلی هم ازش خوشم اومد. بعدش خیلی کنجکاو شدم نظر بقیه رو هم بدونم. پس یه چرخی زدم تو شبکه‌های اجتماعی و متوجه شدم اکثر اونایی که به فیلم گیر دادن معتقدن که خیلی فمینیستیه و اصلا ربطی به شرلوک هولمز نداره. اونجا بود که به فکر فرو رفتم. از خودم پرسیدم که آیا منم چنین برداشتی از فیلم داشتم یا مشکل بقیه این بوده که با پیش زمینه فیلم رو دیده بودن. Really? That is your question. فیلم تو قسمت‌های مختلفش یه سری اشاره گذاشته برای اینکه فمینیستی هست و یه جاهایی دقیقاً برعکسش رو انجام داده. مثلا وقتی انولا توی قطار یاد جمله مامانش میفته که بهش گفته نزار بقیه آدم‌ها تو رو از مسیرت منحرف کنن، مخصوصاً مردها، خب از اون جمله میشه برداشته فمینیستی کرد. ولی دقیقاً بعدش وقتی که انولا تصمیم میگیره که به توکسبری کمک کنه، نشون میده که انولا مثل مادرش و بقیه خیلی افراطی نیست. این فیلم پر از چنین مثالایی. اصلا انگار فیلم نام نویس مدام میخواسته بالانس رو حفظ کنه و نشون بده که انولا با بقیه فرق داره. اما بزرگترین مشکل فیلم ایشونه. هر سکانسی که این کاراکتر یعنی ایدت توش وجود داره مثل سخنرانی های اخلاقی و انگیزشی میمونه که هزار بار تا حالا شنیدی. اصلا این کاراکتر هیچ کار کردی تو روند داستان نداره و اگه حذفش کنید میفهمید که داستان خیلی به مشکل نمیخوره و اون موقع است که متوجه میشید این کاراکتر توی فیلم هست، چون اگه نباشه پس کی قراره شعار بده؟ انولا؟ آیا معنی حرف من اینه که هیچ کدوم از حرفای ایدت درست نیست؟ نه، من اصلاً با محتوای حرف کاری ندارم، بلکه نوع ارائهش به مخاطبها شدیداً کلیشه‌ای و شعارگون است. ما داریم درباره مدیوم سینما صحبت می‌کنیم، پس تصویر اهمیت خیلی بالاتری از صدا داره. وقتی میتونیم یک مفهوم رو با تصویر نشون بدیم، چرا باید کاراکتری داشته باشیم که انگار به زور توی داستان گنجونده شده تا بیاد و برای مخاطب سخنرانی کنه؟ حالا بیایم به دو تا از بهترین و قوی ترین شخصیت های زن تاریخ سینما نگاه کنیم. الن ریپلی در سری فیلم های بیگانه و سارا کانر در سری فیلم های ترمیناتور. یک صحنه پیدا می کنید تو این فیلم ها که کاراکتر اصلی یا فرعی درباره قدرت زنان سخنرانی کنه؟ نه، چون کارگردانایی مثل جیمز کامرون و ردلی اسکات بهتر از هر کس دیگه ای می دونن که سینما هنر تصویره. ما الان داریم از این دو کاراکتر به عنوان زنهای قوی تاریخ سینما یاد میکنیم، نه به خاطر شعار دادنهاشون، بلکه به خاطر عمل و اکتهایی که انجام دادن. این چیزها باعث شده که توی ذهن ما موندگار بشن. اونا شخصیتهایی با اراده و قوی بودن که نشون دادن قهرمان بودن جنسیت نداره. دقت کنید چی گفتم؟ اونا نشون دادن به ما، نه اینکه حرف بزنن دربارش. اصلا تفاوت بین فیلم‌های شعاری و غیر شعاری همینه. در واقع میرسیم به همون ضرب المثل خودمون که میگه دو صد گفته چون نیم کردار نیست. شاید با همه این حرفایی که زدم با خودتون بگین پس منم معتقدم که این فیلم فمینیستیه. نه، اصلا اینطور نیست. اتفاقا چیزی که این فیلم رو از شعارزدگی نجات داده خود شخصیت انولاست.
انولا یه دختر نوجوان باهوش و شدیداً ماجراجوئه که میخواد مستقل بشه و تو کل این فیلم داره تلاش میکنه تا بفهمه کی هست و تو این دنیا چه جایگاهی داره. اگه کاراکترهای این فیلم رو به افراطی و تفریطی تقسیم کنیم، انولا کاراکتری هست که دقیقاً اون وسط قرار میگیره و به همین خاطر فیلم در نهایت موفق میشه مخاطب خودش رو جذب کنه. البته از اینم نگذریم که شیرینی با مزگی و دوست داشتنی بودن میلی بابی براون خیلی به شکل گرفتن کاراکتر انولا کمک کرده. من بعید میدونم بازیگر نوجوانی در حال حاضر توی هالیوود وجود داشته باشه که میتونست این نقش رو به این خوبی بازی کنه. میلی انقدر خوب از عهده نقش بر اومده که تماشاگر یادش میره این همون 11 خودمون هست. در واقع شما میلی رو به عنوان انولا خیلی سریع قبول میکنید که این نشون دهنده استعداد ذاتی میلیه. چند تا دلیل دیگه هم هست که باعث شده فیلم مورد نقد قرار بگیره. یکیش این که خیلی ها انتظار داشتن شرلوک هومز نقش بیشتری توی فیلم داشته باشه، ولی خب یادمون نره که این فیلم انولاست. البته خب خود منم شدیداً دوست دارم قسمت دوم این فیلمو ببینم، چون میدونم که رابطه بین شرلوک و انولا میتونه بی نهایت جذاب باشه، مخصوصا این که هنری کویل شرلوک خیلی جذاب و مرموزی بود. اصلا این فیلم قرار بود مقدماتو برای همکاری این برادر خواهر فراهم کنه که به نظرم توی انجام این کار موفق بوده. در کل به نظرم وقتی داریم درباره بحث فمینیسم صحبت میکنیم، باید بدونیم که اکثر این فیلم هایی که ساخته میشن از روی واقعیتن و اتفاق افتادن. متاسفانه زنها سالها در جامعه های مردسالار هیچ جایگاهی نداشتن. این عین واقعیته. اما به این معنی نیست که فیلمی شعار زده درست کنیم که کاراکترها به جای اینکه خودشون باشن جملات قصار بگن. مدیونید اگه فکر کنید منظورم ادیته. در سینما و در کل هنر خیلی مهمه که حرفتون رو چطوری بیان میکنید، از طریق یه داستان جذاب با کاراکترهایی که ملموسن یا از طریق دیالوگهای قلمبه سلمبه. باور کنید اگه یه داستانی به خوبی روایت بشه به راحتی تأثیرش روی مخاطب ها میذاره. والی و ایو هیچ وقت همدیگر رو بوس نمی کنن. هیچ وقت به همدیگه نمیگن I love you، ولی شما به عنوان تماشاگر عشق بین این دو کاراکتر رو درک کردید، حتی بدون اینکه دیالوگی رد و بدل بشه بینشون. متاسفانه هالیوود بعد از قضیه میتو به طرز خیلی نمایشی و بیفکرانه‌ای شروع کرد به ساختن فیلم‌هایی که در ظاهر کاراکتر اصلی زن داشتن ولی در باطن همون قهرمان‌های مرد بودن. این خودش یه توهین به تمام زن‌هاست. چرا ما باید جیمز باند زن داشته باشیم وقتی میتونیم یه قهرمان زن داشته باشیم که نه تنها تقلیدی از یک کاراکتر مرد نیست، بلکه یک شخصیت جدید در سینما با تمام برتری‌ها و نقص‌های یک زنه؟ و انولا هولمز به همین دلیل باعث خوشحالی من بود. شخصیت انولا تقلیدی از هیچ کاراکتر مردی نیست و یک دختر نوجوونه که میخواد خودشو توی این دنیای بزرگ پیدا کنه. انولا شرلوک نیست و هیچ علاقه‌ای هم نداره که مثل شرلوک باشه. انولا خودشه با همه ضعف و قوت‌ها. انولا انقدر کاراکتر خوبی داره که نیازی به شعار دادن نداره. باز هم نیازه که اشاره کنم به الن ریپلی و سارا کانر، کاراکترهایی که تقلید از هیچ شخصیت مردی در تاریخ سینما نبودن، بلکه هر دو مادرهایی بودن که وقتی بچه هاشون بهشون نیاز داشتن دست به کار شدن و نشون دادن که زن بودن چه معنایی داره. امیدوارم که هالیوود بفهمه که ما عاشقان سینما به کاراکترهای اصیل و اورجینال نیاز داریم، نه کاراکترهای تقلیدی و جعلی. انولا هومز تو این زمینه نصف مسیر رو به خوبی طی کرد و اگه بتونه تو ادامه سازی هاش کاراکترهای شعاری مثل ایدت رو حذف کنه، قطعاً میتونه بهتر از اینها هم بشه. من شخصاً ترجیح میدم به جای تنفر از فیلم‌ها امیدوار باشم که اونا راه درست رو پیدا کنن. و انولا هومز فیلمی بود که کاملاً پتانسیل الگو شدن در زمینه قدرت بخشیدن به زنان در سینما رو داره. نمیگم به امید اینکه فیلم‌های بیشتری با شخصیت اصلی زن ببینیم. میگم به امید اینکه فیلم‌های بیشتری با شخصیت‌های اصلی با اراده، مصمم و الهام بخش ببینیم. چه می‌خواد مرد باشه؟ چه زن. ممنون از این که با ما همراه بودید. شما هم نظرتون رو برای ما کامنت کنید. سابسکرایب و لایک هم یادتون نره. سلامت باشید و فیلم باز.